در مسیری که جمهوری اسلامی در تعامل با آمریکا تماس‌های دو جانبه که رخ داده قرار گرفته، صحبت‌های امروز رهبر رو هم شنیدیم. به نظر شما ایشون بخشی از مشکل یا راه حل؟ سلام میکنم خدمت شما و همه هموطنانم هم هر کجا که هستن. ببینید آقای دهقانپور، حیاهویی که با پیروزی انقلاب در ایران به پا شد و اسمش شد استکبار ستیزی یا آمریکا ستیزی یا اساسا غرب ستیزی، من شخصا این ادا و اطفال رو یک فریب بزرگ میدونم. حاکمان ما هیچگاه در این ستیز تنزگونشون از شعار پا فراتر نگذاشتن، به همین دلیل که اونها مردم رو شعارخوار تربیت کردن. آقای خامنه‌ای شاید اول شخصیتی است در ایران که مصرف دشمنش از همه بیشتره، عمدتا هم منظورش آمریکاست. من هیچ وقت نه دشمن مصرفی ایشون رو باور کردم و نه ستیز ایشون رو با این دشمن. به صورت ظاهر انقلابیون ما و به ویژه آقای خامنه‌ای از این روی با آمریکا مخالفن که از اسرائیل حمایت میکنه و به این دلیل خواهان محو اسرائیل از صفحه روزگارن که اسرائیلی ها خاک فلسطین اشغال کردن و مردم مسلمان فلسطین رو میکشند و کشتن. من این هیاهو رو ادا اطفار مینامم، چرا که اگر غرض دفاع از حقوق مسلمینه، روس‌ها زدن جلوی چشم دنیا و جلوی چشم آقای خامنه‌ای نسل چچنی‌های مسلمان رو از روی زمین برداشتن، شکن کردن. من تمام صحبت‌های خامنه‌ای رو زیر و رو کردم، یک جمله ایشون ندارن که یک تشری، یک عتابی به روس‌ها کرده باشن مطلقاً. و همین برای هر انسان فهیمی شک برانگیزه. روس‌ها علل خصوص در داستان هسته‌ای بزرگترین کلاه رو سر آقای خامنه‌ای گذاردن و تا تونستن با امضای شخص ایشون، چون ایشون دیگه داشت این ماجرا رو مدیریت میکرد، پولهای بیزبان ما رو جارو کردند و بردن. آقای خامنه‌ای یک نطق علیه روس‌ها تا حالا نکشیده. مگر میشه روس‌ها پول و اعتبار و اعتماد ملی ما رو غارت کرده باشن اما رهبر به جای اینکه روس‌ها رو شماتت کنه مدام از یک دشمن فرضی اسم آمریکا اسم میبره؟ به همین دلیل آقای خامنه‌ای برای آمریکایی‌ها مطلقاً مزاحم و مشکل و سنگ پیش پا نیست، مطلقاً. برای آمریکایی‌ها حضور آقای خامنه‌ای با یه رئیس جمهور مثل احمدی نژاد بسیار بسیار ایدئاله. چرا؟ چون آمریکایی‌ها برخلاف ما به دنبال منافع ملیشون هستن. هر دیکتاتوری، هر بیسوادی، هر باسوادی، هر تحصیل کرده و تحصیل نکرده، اگر بتونه این منافع ملی رو برای آمریکایی‌ها بهتر و بیشتر تضمین کنه مطلوب‌تره. در ایران اگر عقل حاکم بود مطلقاً کسی به دنبال داستان هسته‌ای اون هم با این غلظت نمی‌رفت. حاکمان عاقل بیش از اون که به منافع آمریکا و روسیه بیندیشن به منافع ملی خودشون بها میدن. منتها حاکمان جاهل، حاکمان لافزن و دروغ پرداز میلیارد میلیارد پول بیزبون مردم رو میریزن به جیب اجانب و یه مش شعار میریزن تو سفره نفهمی مردم. برآمدن فردی مثل میرحسین موسوی یا هر کسی که به دنبال حاکمیت عقل باشه برای آمریکایی‌ها و روس‌ها نامطلوبه. تلفیق آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد اکسیر حیاتی است آقای دهقانپور برای آمریکا. آمریکا با این اکسیر نفس تازه میکنه و حالا که با حاکمیت عقل در ایران راه نفسش، یا بهتر بگم راه زیاده خواهیش، بند میاد. در کل بگم که ستیز آقای خامنه‌ای با آمریکا جز شعار و جز حرف هیچ نبوده و هیچ نیست.